حزب الله لبنان به فکر گشایش یک دفتر نمایندگی در مسکو پایتخت روسیه است. روزنامه الاخبار که نزدیک به این گروه شبه نظامی محسوب می شود، این خبر را منتشر کرد. پرستیوی تلویزیون انگلیسی زبان حکومت ایران هم این خبر را به نقل از همین روزنامه لبنانی گزارش کرد. این در پی آن است که ماه گذشته هیئتی از حزب الله عازم روسیه شد و با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. روسیه و حزب الله به همراه حکومت ایران از متحدین نزدیک در جنگ داخلی سوریه بودند و از حکومت بشار اسد در این کشور دفاع کردند. هیئت حزب الله به ریاست محمد رعد، نماینده و رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان ماه گذشته به مسکو رفت و با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. آخرین سفر رد به مسکو در اکتبر 2011 به دعوت مجلس روسیه بود و اولین سفر رسمی حزب الله به این کشور محسوب می شد. در سال 2013 رد میزبان هیئت روسی بود که به ریاست میخائیل بوگادنوف معاون وزیر خارجه روسیه و فرستادی ویژه رئی رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین به بیروت سفر کرد. سفر اخیر سه روزه بوده و از 14 مارس آغاز شد. در طرف حزب الله علاوه بر آقای رد امار الموسوی رئیس روابط خارجی حزب الله و دستیار او احمد مهنا نیز حضور داشتند روزنامه الاخبار نوشته روزها حزب الله را نه به عنوان سازمانی لبنانی که به عنوان حزبی که در بسیاری کشورهای منطقه حضور دارد میبیند به گزارش این روزنامه در سفر اخیر رعد به مسکو علاوه بر لبنان، اوزای یمن، عراق، سوریه، فلسطین، اسرائیل و سایر کشورها مورد بحث قرار گرفته و دو طرف بر لزوم تقویت ارتباطات دو جانبه و استفاده از مجاری مستقیم ارتباطی بین حزب الله و مسکو تاکید کردند و در ضمن امکان گشایش دفتر نمایندگی حزب الله در پایتخت روسیه نیز مطرح شده است رسانه های نزدیک به حکومت ایران گفتند سفر رد به مسکو با درخواست دولت روسیه صورت گرفته است حزب الله لبنان در دهه 1980 به ابتکار جمهوری اسلامی تشکیل شد و هنوز نیز کنترل آن تا حدود زیادی در دست سپاه پاسداران و حکومت ایران است. مسکو دو روز پس از هیئت حزب الله میزبان هیئتی اسرائیلی به ریاست وزیر خارجه این کشور گابی اشکنازی بوده. در همان روز دیدار رعد با لاوروف، دو معاون وزیر خارجه روسیه، اولک سیرومولوتوف و سرگئی ریباکوف با معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، جاشوا زارکانی دیدار کردند. سیرومولوتوف رئیس سابق دستگاه ضد اطلاعات سازمان امنیت فدرال روسیه است و مقام نظامی ژنرال دارد. روسیه و اسرائیل روابط نزدیک امنیتی و دیپلماتیک دارند و پوتین بخصوص روابط نزدیکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برقرار کرده است. پوتین با اشاره به جمعیت قابل توجه شهروندان روس زبان در اسرائیل گفته این کشور را جزئی از جهان روس زبان می دند. همین نزدیکی باعث شده در جریان جنگ داخلی سوریه روسیه به اسرائیل اجازه دهد صدها بار به نیروهای ایران حمله کند و اجازه نزدیک شدن آنها به مرز اسرائیل و بلندی های جولان را ندهد. روابط همزمان روسیه با اسرائیل و ایران اما باعث جنجال هایی هم شده است مثلا در ماه دسامبر آناتولی ویکتوروف سفیر روسیه در اسرائیل در گفتگوی گفت نقش اسرائیل در ایجاد عدم ثبات در منطقه بیش از ایران است این گفته در رسانه های نزدیک به حکومت روسیه همچون آرتی نیز وسیعا منعکس شد ویکتوروف در آن گفتگو صحبت های مثبتی در مورد حزب الله هم انجام داده بود منتقدین این صحبت ها در روسیه به نقش حزب الله در ربایش و قتل دیپلمات‌های های اتحاد شوروی اشاره کردند مدافعین آن به همکاری های روسیه و حزب الله در سوریه و در عملیاتی مثل نبرد حلب اشاره کردند در برخی عملیات های آن نبرد در سال 2016 نیروهای روسی برای ردگم کردن در ظاهر نیروهای حزب الله وارد عمل شدند و نیروهای حزب الله نیز اجازه یافتند از پرچم روسیه استفاده کنند تا اسرائیل به آنها حمله نکند ست فرنسمن ستون نویس روزنامه اورشلیم پست اسرائیل با واکنش به خبر گشایش احتمالی دفتر حزب الله در مسکو گفت انتشار این خبر در وضعیت کنونی شاید برای همزمان شدنش با سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کشورهای آسیای مرکزی و سفر اسماعیل قاعانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق بوده باشد فرنسمن افسود معلوم نیست مسکو بتواند نقش مثبتی در جهت کاهش تنش ها با حزب الله ایفا کند و یا اینکه این گروه تروریستی با باور به اینکه روسیه به آن مشروعیت بخشیده است به جسارتی بیشتر برسد چند هفته پیش خبرهایی از نگرانی حزب الله نسبت به مقاصد روسیه در سوریه منتشر شده بود روزنامه اسرائیل هایوم گزارش کرده بود که حزب الله نگران است که مسکو برخی نیروهای اپوزیسیون سوری را در قدرت شریک کند این روزنامه اسرائیلی نوشت حزب الله در ضمن نگران است که ایران از سوریه خارج شود این نگرانی ظاهرا بر مبنای شایعات اخیر رسانه های عربی در مورد دیدار بین مقامات ارشد روسیه و مناف تلاس چهره اپوزیسیون سوریه که متحد ترکیه محسوب می شود است و همچنین ملاحظات روسیه درباره ادامه حضور ایران در سوریه که باعث شده این کشور به یکی از اقمار ایران بدل شود روزنامه عرب ویکلی لندن ماه گذشته گفته بود اسرائیل از طریق مسکو به حزب الله هشدار داده است این هفته نامه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی خبر داده بود که مقامات روسی در طول سفر هیئت حزب الله به مسکو به آنها این پیغام اسرائیلی ها را رسانده اند که تل تحرکات حزب الله در جنوب لبنان و نزدیکی مرز اسرائیل را تحمل نمی کند لبنان همچنان در بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی به سر می برد. به گزارش رویترز میشل آن رئیس جمهور این کشور که متحد سیاسی حزب الله محسوب می شود روز چهارشنبه گفت بانک مرکزی مسئول سقوط مالی کشور و جلوگیری از انجام بازرسی های لازم برای دریافت کمک خارجی است. اون در این سخنرانی بانک های لبنان را متهم کرد که پسنداز های مردم را به باد دادند و گفت ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور به هفت و دو سه از 133 سؤالی که شرکت مشاوره آلوارز و مارسل از او پرسیده است پاسخ نداده است سلامه هنوز به این حملات آن پاسخ نداده است بنبست سیاسی لبنان از انفجار بزرگ ماه اوت سال گذشته در بیروت شدت یافته است ساعت حریری در ماه اکتبر مسئول تشکیل دولت شد اما با گذشت چندین ماه هنوز موفق به رسیدن به توافق با اون بر سر ترکیب کابینه نشده است. با فشاری حزب الله برای در دست داشتن برخی سمت‌های کلیدی مثل وزارت خارجه از جمله عوامل اصلی این است دانسته میشوند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در حمله موشکی شبانی اسرائیل به حومه جنوبی دمشق پایتخت سوریه خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه 19 فروردین ماه 1400 اعلام کرد اسرائیل در نخستین ساعت‌های بامداد آن روز مواضع ارتش رژیم سوریه و یک انبار اسلحه را با موشک هدف قرار داده است. بنابر اعلام این نهاد، انبار اسلحه‌ای که در این حمله نابود شده احتمالا مورد استفاده شپ نظامیان حزب الله لبنان از گروه های مورد حمایت ایران بوده است و سه نفر از شپ نظامیان وابسته به ایران نیز در این حمله کشته شدند کشته شدگان همگی غیر سوری بودند اما هنوز ملیت آنها اعلام نشده است پیشتر خبرگزاری دولتی سوریه سانا با انتشار خبر این حمله ها بدون ارائه هیچ گونه جزئیاتی در مورد مواضع هدف حمله از برخی خسارت های مادی و زخمی شدن چهار نفر در اثر آن خبر داده بود خبرگزاری سانا با استناد به منابع نظامی اعلام کرد در پی حمله اسرائیل از سمت لبنان به برخی مواضع در حوالی دمشق که در حدود ساعت 12:56 دقیقه بعد از نیمه شب انجام شده پدافند هوایی سوریه با رهگیری حمله اکثر موشک های ارسال شده را سرنگون کرده است از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی اسرائیل به طور مرتب به مواضعی در سوریه حمله کرده و اغلب نیروهای جمهوری اسلامی ایران حزب الله لبنان و همچنین نیروهای دولتی را هدف قرار داده است اسرائیل به ندرت اقدام به این حمله ها را تایید می کند اما ارتش این کشور در پایان سال 2020 میلادی ارائه جزئیات اعلام کرد که در طول آن سال به حدود 50 هدف در سوریه زده است سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.